بخوام یه سری نکته جدید از سوالات درست یاد بگیرم. حله؟ حالا بدون در نظر گرفتن زمان، یک دور سوالات تو حل میکنی بدون اینکه وقت بگیری. خب میخوایم ببینیم اینجا به تو میخوایم چی رو یاد بدیم که اگر تو در محدودیت تایم و تست زمان دار باشی نمیتونی تست بزنی، غلط میزنی یا نزده میمونه، بیای خونه. دیده خیلیتون استادی چیزی بگم؟ خب بگو. خیلی هم خجسته و خوشحال. چیه عزیزم؟ اومدم خونه همه سوالا رو بلد بودم، همه رو سل کردم. عصر کنکورم اومده خونه، زنگ بزن حدیثه بیا دوتایی با هم بشینید یه دور سوالا رو حل کنید. خب میخوایم ببینیم مشکل کجا بوده. بررسی مبحث دقیق سوال، مبحثی که مربوط به اون سواله هیچ اشکالی نداره، برو یه نگاه بهش کن، خانش مجدد کن. نفهمیدی کلاس اون تیکه رو دوباره نگاه. به قرآن نمیمیری، هیچی هم ازت کم نمیشه. پیدا کردن علت پاسخ ندادن یا غلط زدن. به جای اینکه میدونی چون همتون علامه دهری تو انیشتن هستید و همتون میدونم که میرید ببینید علت اینکه یه ذره از اتم از چی تشکیل شده همونم تجزیه میگه. اینقدر شما خیلی آدم های ریزبینی هستید و مو رو از ماست در میارید، به جای اینکه بری ببینی فلان کس چرا فلان لباس رو تو اینستا پوشیده، این کارو کرده اون کارو کرده، یه ذره موشکافی کن برای خودت، ارزشمند باش، ارزش قائل باش، بیا برو ببین علتش چی بوده. حالا به سوال بر اساس نشانه های زیر ببین. پس اینجا فهمیدی که چیکار میکنی. تحلیل سوالات، یک دور سوالا بدون زمان حل میشه. بررسی مبحث دقیق سوال، این برمیگرده به اونجایی که خودم شرحه میکردم، میگفتم آقا خوب بخون، با تمرکز بخون، آقا با کیفیت بخون، به روش کنکوری بخون، آقا تو رو قرآن این کارو کن، آقا فیدبک چرا نمی نویسی؟ چرا این تخت همیشه؟ ای زدم رفش داری ترکوندمش. خب با کیفیت نمیدونم، تو رو قرآن فیدبک بگیر بخون، تو رو امام حسین ترکیبی بخون، تو رو قرآن دیوار نویسی کن. من دیگه انقدر قسم خوردم دیگه پوچیدم. این برمیگرده به اون موقع که بعد میرسی به اینجا که چرا این اتفاق افتاد. خب ببین، من یه فایل برای اکثر شاگردای خودم فرستادم، هر کدومتون فایل تحلیل سوال رو دریافت نکردید امروز بعد کلاس تلگرام بهم پیام بدید واسه همتون بفرستم فایل تحلیل سوال. اسم درس رو می نویسی درست، شماره سوال مثلا 12-13 فلان درست بوده، نزده کی بوده، شماره چند بوده، غلط زدی کدوم بوده، مبحث سوال چی بوده، گوارش بوده، نمیدونم اقتصاد بانک جهانی بوده، نمیدونم اون یکی دایره بوده، گراف بوده، علتش چی بوده، کلی علت، کلی علت جزئی و سوالای علامت دار که خیلی مهمن و ما در دوران جمع‌بندی این سوالای نکته دار اینا رو یاد داشت. حالا این فایل رو حتما براتون میفرستم کاملشو به صورت PDF که برید پرینت بگیرید موقع تحلیل سوال ازش استفاده کنید. خب هر کدوم از سطر جدول بچه ها یک سوالن. تا همینجا خب دیگه گفتم بهتون کلی کارای بزرگ انجام دادیم. خب و اما خب اینجا رو یه دقیقه به من دقت بکن. در منزل بدون در نظر گرفتن نتوانسته هم درست شد، یعنی حتی اگر اووردیمت خونه گذاشتیمت وقت و کنار گذاشتیم بازم تو نتونستی چیکار کنی؟ سوال و جواب بدی. حالا علت می نویسی دیگه بچه ها، مطالعه نکردن مبحث بوده، عدم توجه به بخشی از مطلب بوده، اینا خیلی مهمه ها. این پی دی اف کلاس امروز و پاورپوینتش رو حتما تو کانالمونم میذارم داشته باشید. عدم پاسخگویی علارغم مطالعه کامل، یعنی خونده بودم بازم نتونستم بزن، یاد نیوردن که میشه مروری که حدیث سیف خودشو شرح
بره آقا پنجشنبه مرور هفتگی تو رو حضرت عباس دوره کن، تو رو قرآن مجید بشین دوره کن، به قرآن دوره جمع‌بندی برسیم. استاد اصلا مطالبی که خونم یادم نمیاد. خب چه جوری میخواسته ترانسفر بشه به حافظه بلند مدته؟